آره یه بازیکن خفن. امروز توی یه گردونه همه قاره های کره زمین رو قرار دادیم. پس این گردونه رو میچرخونیم، هر قاره‌ای که در بیاد مثلا اروپا میریم سراغ گردونه پستا و اگه شانسمون خوب باشه و مهاجم نوک در بیاد رونالدو میاد تو ترکیب. بنا ما یاد خدا میخوایم بریم اروادم نیست بریم که گردونه رو بچرخونیم ببینیم که اولین قاره‌ای که در میاد کدوم قاره است. ببین اروپا همه رو اروپا در بیاریم یا آسیا تاریم. به نام خداوند جان و خرد، ای بر اون پدرش، آمریکای جنوبی، آرژانتین تو آمریکای جنوبی، آمریکای شمالی. ببین وینگر راست، هافبک هجومی و مهاجم نوک هم بده، من میتونم ازیرو بیارم. یا علی مدد بچرخون. وای 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 وینگر چپ. برزیل جنوبیه. پس رفتیم سرچ کردیم تیم های آمریکای جنوبی تا پیداشون کنیم. داداش برزیل تو آمریکای جنوبیه یا نیست؟ اینو شما به من بگو. خب آرژانتین ها، برزیل هم هست. آره نیمار. نیمار به عنوان اولین بازیکن وارد ترکیب شد. حالا بریم سراغ بازیکن دوم. ببین توی این گردونه باید مسی و رونالدو از این گردونه بیان بیرون. گردونه رو چرخون. گردونه دوم اروپا در بیاد، رونالدو اومده. پدر سوخت همون قبلی چجوری در اومد؟ حالا بریم سراغ گردونه پستا. از آخه من از اون مسی ایمه مهاجم نوک و وینگر راست بچرخون. اینا هر کدوم از اینا در اومد، مسی میاد تو ترکیب. مسی تو رو بابا بنام کن. وینگر راست آقا مسی. البته شاید گزینه‌های بهتری هم داشته باشیم، اما این سوال واسم پیش اومد، واقعا آرژانتین تو آمریکای جنوبیه؟ نمیدونم. پس رفتیم سرچ کردیم تو جواب این مسئله رو پیدا کنیم. آمریکای جنوبی. پس دونم اتلی لیونل مسی به عنوان وینگر راست وارد ترکیب شد. لیونل مسی 106 و نیمار پاره میکنن حریفو. ببین جان پدرت اینو ول کن دیگه، به آمریکا کاری نداشته باش دیگه. آمریکا جنوبی با 4 تا بازیکن داشت، آمریکا شمالی که اصلا یه دونه آلفونسو دیویز داره فقط. بچرخون برو اروپا، آسیا. آسیا هم بیای ما قبولت داریم. اروپا بابا قبولت دارم، قبولت دارم. وای از آسیا مهاجم نوک بده، رونالدو رو نمیتونیم بیاریم. گردنم چه کنیم؟ به امید این که دروازه‌بان در نیاد. خدایا شکر. پس رفتیم سرچ کردیم تیم‌های ملی قاره آسیا تا ببینیم کدوم بازیکن انتخاب کنیم. خیلی گشتم تا بهترین دفاع راست قاره آسیا رو پیدا بکنم، اما دوباره رسیدیم به انتخاب اول. وارد ترکیب شد. ببین خداوکیلی دیگه اروپا رو بده دیگه، 100 هزار تا بازیکن من میتونم از توم در بیارم. بچرخون اروپا خدا شاهد ندوت و من خیلی شانسمون بده. با اینکه شانسمون بد بود، اما امیدوار بودم که شانسمون بدتر از این نباشه که مهاجم نوک در نیاد. یا علی وای یه پلمونه بود، مهاجم نوک در نیومد، رونالدو رو نمیتونستی بیاری. دروازه‌بان آفریقایی چک اروپا میشه دیگه، جمهوری چک. آره دیگه، من خودم 20 جغرافیام. از من داری میپرسی؟ جان تین کجاست؟ پس رفتیم سرچ کردیم بهترین دروازه‌بان قاره آفریقا تا پیداش کنیم. مندی، مندی آفریقایی، سنگال بازی میکنه. اما از اونجایی که دنبال گزینه بهتری میگشتم، رفتم توی تیم سرچ کنم تا ببینم دروازه‌بانای آفریقایی کیا رو داریم. داداش اولیور کان احیانا آفریقا نبود؟ نه زومر هم که آفریقا نیست. کل تیمو گشتم اما مندیو پیدا نکردم، پس همینو باید بیاریم. پس اونانا به عنوان دروازه‌بان وارد ترکیب شد. ببین اروپا نده اصلا، بذار جدی اروپا ندی، ما چه بازیکنی میتونیم بیاریم؟ هیچ کسیو نمیتونیم بیاریم اروپا ندی. آقا بچرخون هر کی که دادی دادی، فقط بذار من تیمم درست حسابی بچینم. نمیدونم هر کی که میخوای بخوری بخور، اصلا از استرالیا. پس رفتیم سرچ کردیم بهترین مهاجم قاره استرالیا تا یه بازیکنی رو پیدا کنیم. حاجی باورت میشه من اصلا نمیدونم تو قاره استرالیا چه کشورهایی هستن، یعنی فقط فکر کنم خود تیم ملی استرالیا اونجای کرده یه قاره اونجا رو. حاجی به خدا جز تیم ملی استرالیا تو اون قاره فکر کنم هیچ کشوری نیست. اما چون مهاجمای استرالیا رو هیچ کدومشون رو نمیشناختیم، باید از توی بازی انتخاب میکردیم. اصلا چیزی به اسم قاره استرالیا نداریم اینجا، به جان تو نداریم. حاجی به خدا قاره استرالیا اصلا تو بازی نیست. خود استرالیا تو کدوم قاره است من نمیدونم. اینجا چیکار میکنه؟ اگه این استرالیا تو آسیا چیکار میکنه؟ اگه اون قاره استرالیا این اینجا چیکار میکنه؟ اصلا اون قاره نیست تو بازی. نگاه همین 5 تاست. خب من الان اگه اینو بگیرم یعنی آسیا گرفتم. پس دوباره گردونه رو میچرخونی. در نیار استرالیا رو، استرالیا اصلا تو این گردونه نیست. برو سراغ مهاجم نوک آفریقا. اوسیمن نیجریه بازی میکنه، بهترین بازیکن آفریقا، مهاجم نوک عالیه. پس با 180 هزار تا اوسیمن رو خریدیم و به عنوان مهاجم وارد ترکیب شد. ببین اگه بخوایم رونالدو رو بیاریم از هافبک میتونیم استفاده بکنیم، یه کسی نگو. وای 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 بالاخره در میاد اروپا، بالاخره در میاد. اینجا یه دونه هافبک در میاریم، کریستی اومده. حاجی سه تا هافبک هست، یعنی احتمال اینکه رونالدو بیاد سه برابره. وای وای هافبک تو رو خدا، تو رو خدا.
دفاع وسط. پس رفتیم سرچ کردیم بهترین دفاع وسط قاره اروپا تا پیداش کنیم. پیداش کردم. فندایک. وایسای لحظه، شما کجایی هستی؟ اسپانیا. اروپا بازی میکنی دیگه. پویال به عنوان دفاع وسط وارد ترکیب شد. زمانی که پویال هست فندایک اینجا. تو رو خدا ببین قفل اروپا باز شد. الان یه بار دیگه یه دونه آمریکای جنوبی رو چیکار داری تو؟ دنبال چه میگردی تو اونجا؟ خیلی به این فکر کردم تا چه بازیکنی رو میتونیم از آمریکای جنوبی بگیریم تا به این نتیجه رسیدم. دفاع وسط. خوبه. آقا جان دفاع وسط در یا دفاع گوشه بر اون پدرت بابا این یکی از شانس‌های رونالدو بود. پس رفتیم سرچ کردیم تا بهترین هافبک آمریکای جنوبی رو پیدا کنیم. ببین از بین بهترین هافبک‌های جهان آمریکای جنوبی یعنی آخه چه کشورایی؟ مثلا اوروگوئه، برزیل، آرژانتین، مکزیک هم فکر کنم جزشه. از بین اینا الان ما کدومو داریم؟ الان اینا هافبک بازی می‌کنن همشون دیگه. کدومشون آمریکای جنوبیه؟ نمی‌دونم. هیچ کدوم آمریکای جنوبی نیستن. از اونجایی که تو اینترنت هیچ بازیکنی رو پیدا نکردیم، تری داریم که توی بازی سرچ کنیم تا بهترین هافبک آمریکا رو پیدا کنیم. هاش آمریکای جنوبی دقیقاً چه چیزی میشه؟ کی مثلا رودری، مثلا دیپاو. آمریکای جنوبی آرژانتین بازی میکنه، اینو میتونیم بیاریم. پس دیپاو به عنوان هافبک وارد ترکیب شد. تو خدا مرسی. الان دو تا هافبک داریم. احتمال این که رونالدو رو از این گردونه در بیاریم 50% یا علی مدد هافبک. فقط هافبک رونالدو در میاد. وای نمیدونم چی بگم اصلا. دفاع وسط کدوم خریاخ بازی میکنه بابا؟ دفاع وسط کی بازی میکنه؟ اروپا. نیازی به سرچ نبود چون یه گزینه آشنا به ذهنم اومد. پیداش کردم. فندایک. فندایک بزن بره. از فندایک به عنوان دفاع وسط وارد ترکیب شد. اروپا در بیاد 100% رونالدو میاد. اوش صبر کن. صبر. اروپا در اومده بود و احتمال اینکه رونالدو بیاد تو تیممون بیشتر از 60% بود. اما این گردونه هافبک رو تعیین میکرد یا دفاع چپ. وای 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 تموم میکنه کارو. رونالدو رو به عنوان هافبک اضافه میکنی. ولی باید رونالدو توی اون پست بازی بکنه بابا. هافبک چپ هافبک راست رو بازی میکنه. بیارش تو. پس رونالدو عشق دلها به عنوان هافبک وارد ترکیب شد. البته شما میتونی جای نیمار رو با رونالدو عوض بکنی. حالا با چرخش گردونه میره سراغ دوتا بازیکن آخر. بابا دمت گرم. دفاع چپ از آسیا بردارم بیارم یا هافبک وسط؟ دفاع چپ از ایرانیا بد نداریم ولی هافبک ای خدا. پس رفتیم سرچ کردیم بهترین دفاع چپ آسیا تا پیداش کنیم. اینجا که زده میلاد محمدی خودمون. اینم که اصلا من نمیشناسم هاجی ازبکستانی بنده خدا رو. اما از اونجایی که همیشه محصول ایرانی از محصول خارجی بهتره، من میگم ایرانیا برداریم. جدی امتحان کنیم؟ پس امید نور افکن به عنوان دفاع کبار ترکیب شد. حالا فقط این گردونه بازیکن آخر رو که هافبک انتخاب میکنه. یا علی مدد ببین اروپا بده دیگه هافبک رو دیگه. خدا بگم لعنتت کنه. یه دو تا اروپا دادی فقط. پس رفتیم سرچ کنیم بهترین هافبک آسیا تا پیداش کنیم. هافبک های آسیا سون که هافبک بازی نمیکنه، جهان بخشم بعید بدونم. در همین هنگ که درگیر جستجو بودم یک جرقه ای تو ذهنم خورد. میدونم کیو بیارم. هافبک وسط مگه نمیخوای؟ ناکامورای عشق. پس ناکامورا به من آخرین بازیکن وارد ترکیب شد. حالا با یکی بشکن ترکیب درست میشه. اگه تا اینجای ویدیو دیدین حتما ویدیو رو لایک کنین و اگه جدی هستین حتما دکمه سابسکرایب رو بزنین. دمتون گرم. حالا با ترکیبی که از بهترین بازیکنای هر قاره چیدیم به سمت بازی اول میرویم. حریف اول دیویژن 5. این از ترکیب ما. ترکیب حریف. بابا رونالدو تو جمع کن از وسط زمین. رونالدو شوتای منو داری با این مقایسه میکنی آخه؟ با نام و یاد خدا بعد از 40 روز برگشتی من میادین این فوتبال ببینم که ایشون من رو میبره یا من ایشون رو. دوستان برین تیر دو. ببین این سانتر بشینه رو تیر دو تمام. بزن هدو بزن هدو بزن هدو بزن. باره کلام بزنم کان. دقیقه 5 بعد 40 روز اومدم گلو بزدم. چیکار داریم میکنیم اونجا؟ فنداک ارسال خطرناکه. ای خدا بگم لعنتتون کنه. اینو بگیر الان میره شوت میزنه رونالدو. بگی وسطو. بگی وسطو. یو علی یو علی. از اونجایی که لیونل مسی اصلا بهش چوب نرسید ترجیح مسی رو بیاریم مثلا به وسط تر تا شاید بتونه بهتر بازی کنه. برو 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 شوت کن شوت کن شوت کن بابا ولم کن. دی پاول دی ام افی که دیفنسیو گذاشته میشه باید گل زد. سیمن برسون به رونالدو. رونالدو رونالدو میتونه گل بعدی بزنه. رونالدو تموم. 3-1. آیا اینجا آیا دیتور
زندگی دیگه به درد نمیخوره. چه شادی گلی بودین. احساس میکنم هر چون داره زور میزنه آفساید بشه. آفساید مردی که خر توپ داره از بغل شونت میره تو گل. بگی توپو دیگه بابا. بیا بگیر رامین. رامین بیا اینو بگیر. رامین بگیر اینو. به به به. یه نیروزی وان لیونل مسی میره واسه ارسال. مسی مسی ارسالش رو باید بکشه روی تیر دوم. تیرک بچه‌ام بازی اول 3 بر 2 میبریم. با درخشش کریستیانو رونالدو از بازی اول 3 امتیاز به دست میاریم. اما قبل از اینکه سراغ بازی دوم بریم رامین رو دیفنسیو کریم تا دیگه اصلا جلو نره. حالا به سمت بازی دوم میرن و اما حریف دوم کسی نیست جز دیوینن 6000 خورده یارو. و اما ترکیب حریف یا علی مدد. هاورتس اصلا بازیکن من گل 6 نوک داداش. اصلا هاورتس من تو ترکیب تعویضی من نمیذارم. هاورتس گل 6 نوک فیکس. بده اوسیمن. اوسیمن میره همینو پاس میده رونالدو. رونالدو تک بزنیم یه بار تو گل بابا. دقیقه 5 بازی پیش دقیقه 5 بازی الان هم دقیقه 5 بعد 40 روز اومدن این فوتبال. اصلا بولن رونالدو هدر رو میزنه دور میوره بدن شوته. رامین رضایان تو پمپر رو گرفت باشی باورم نمیشه. رونالدو بیا. رونالدو رونالدو بزن برد گل. برکلا دو بر هیچ دقیقه 20 بازی انصراف دو من برم بازی بعدی. مسی چه؟ واقعا گلایی که میزنه خیلی روش کار کرده تمرین کرده این گلا. دمش گرم به هر حال. بابا رونالدو اومده داره دفاع میکنه آقا من نمیدونم. بزن 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 اوسیمن. پاس به وسط اوسیمن. احساس میکنم یه عنصر ننگ در تیم اوسیمن ولی هاچ حسین داداشم خیلی روش حساب باز میکنه. همیشه هم میبازه ولی خب ببین شما از اون گوشه میای زب دری باید حرکت کنی. میای اینجا رونالدو از همینجا زرت میزنه گل. وای من میگم گلای مسی واقعا حساب شده است. یعنی 100 روز این تمرین کرده تا این بغل پای بره تو گل. ولی خب آفساید بود به اینجاش فکر نکرد. از اونجایی که تیممون داشت خیلی خوب بازی میکرد بین دو نیمه اصلا به ترکیب دست نزدیم. حرکت میکنم اونجا امید نورف که میتونه بره ارسالش بکنه. او ارسال امید میتونیم بدو بزنیم. یان کریبان گل میشه یا نه؟ بزن 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 بوریکل. بیا تیرو تموم. رامین رضایان میگه چجوری توپشو میگیره آجی. ببین نگاه کن نگاه کن نگاه کن. بده من بده من و تمام. با درخشش لیونل مسی بازی دوم 4 بر 0 میبریم و 3 امتیاز به دست میاریم. پس بدون اینکه توی ترکیبمون تغییر ایجاد بکنیم به سمت بازی آخر یعنی بازی سوم میرویم. اما نه قبلش رامینو کاپیتان میکنیم. و اما حریف آخر دیویژن 6 2000 سال خورده ای. و اما ترکیب حریف رودریگو نوک خوبه. 5 تا دفاع 2 تا دی ام اف. برناردو سیلوا مگه دی ام اف بازی میکنه اصلا؟ شاید هم میکنه نمیدونم. ببین یه کاری میکنم 3 هیچ بدی بری بیرون. وای 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 چه خوب بازی میکنه. ارسال میکنی تیر دوم بلند. بزن بزن بده مسی بده مسی. تموم کار تموم کار تموم کار. تیر دو تیر دو میخوام. تیر دو تمومه. تیر دو بزن تیر دو بزن. باری کلا توی دروازه. دقیقه 20 اولین گل. خدای انجا میتونم بزنم گل بشه نمیدونم. بزن شاد رفت. بزن نیمار. آها نیمار به عقبتر. بزنش رونالدو. هر خلاف اون دوتا داره خوب بازی میکنه. ببین عزیز من وقتی اون تکنیکا جواب نمیده شما رونالدو رو سلکت میکنی میاری جلو یک ارسال میکنن رو سرش چیز بک میزنه رونالدو یه هد اینجا میزنه تمام. کل فرایندی که داشتم به شما دوزی میدادم همین. لیونل مسی حرکت میکنه اونجا میزنه توی عمق دفاعی حریف. اوسیمن هم اونجا هست. لیونل مسی میتونه خودش شوت بکنه یا اینکه اوسیمن بزنه ضربه‌شو توی گل میزنه توی دروازه. تو اینقدر بازیت خوبه چرا رودریگو رو گذاشتی مهاجم نوک بعد داری یه جور دیگه ازش استفاده میکنی؟ بشوت بره تو گل دیگه از اینقدر تا نکنی. برو بیرون انصراف. اول بازی چی گفتم؟ ببین یه کاری میکنم 3 هیچ بدی بری بیرون. بفرما. اگه از این ویدیو لذت بردین دوست دارین که باز دوباره از این نو ویدیوها بسازیم حتما حتما این ویدیو رو لایک کنین و این دو تا ویدیو هم ببینین. دمتون گرم.